ای چطوری بچه‌ها؟ دیویس هستم، به چنل من خوش اومدید. آقا غیر ممکنه که هر کدوم از ماها یه بارم که شده به امید یه نهار خوشمزه رفته باشیم توی آشپزخونه و ببینیم که روی میز بهترین غذایی که ما اصلا دوست نداریم و گذاشته باشن. من سنم که پایین‌تر بود خیلی از غذا بود که باشون حال می‌کردم، ولی هر چی سنم رفت بالاتر هم ذائقه‌م تغییر کرد. اصلا یه چیزا مثلا کلا بدم میومد الان خوشم میاد و همین که دیگه اون حساسیت رو دیگه ندارم، ولی هنوزم که هنوز از یه دو ستایشون بدم میاد. حالا من بچه‌ها یه لیست آماده کردم در رابطه با چی؟ در رابطه با بدترین غذایی که ما ایرانی‌ها بدمون میاد، نه یه کل دنیا بدشون بیاد. و می‌خوام از آخری شروع کنیم و برسیم یکی یکی بریم بارو برسیم به اون منفورترینی که من خودمم خیلی ازش بدم میاد. دیگه زیاد معطلتون نمی‌کنم، بریم سراغ لیستمون. آها بچه‌ها، یه چیزی قبل اینکه بریم سراغ لیستمون بگم، بچه‌ها این 10 تا که من براتون آوردم، شاید یه سریاتون مثلا این شماره که من براتون می‌خونم اصلا منفور نباشه، یا مثلا شماره دوم باشه براتون، شماره اول باشه، شماره پنجم باشه. زیاد حساس نشین، ولی نظرتون رو حتما داخل کامنت‌ها بهم بگید که مثلا این غذایی که من بهتون گفتم چقدر یه غذایی که خیلی‌ها دوست دارن، ولی من به شخصه و خیلیایی که حالا باشون هم صحبت شدم اونجوری دوست ندارنش واقعا این غذا، یا یه حس بدی به این غذا بهشون میده. یعنی یه سری واقعا دوستش دارن، عموم مردم هم می‌خورن غذا رو، آره یه تعداد خیلی کمی هم شاید واقعا دوست نداشته باشن، اون تعدادی که بد غذا که اصلا کارشون نداره. اینا رو نمی‌تونیم قضاوت کنیم چون که واقعا یه سری هستن که نمی‌تونن این سری غذا رو اصلا بخورن، بد غذا. شماره 10 چیزی نیست جز خورشت کرفس. من خودم واقعیتش خورشت کرفس رو دوست ندارم، ولی اینطوری نیست که یعنی مثلا تو خونه درست بکنم یا جایی درست بکنم برام مثلا نخورم. شاید یه مقدار مثلا توی دلم حالم بد بشه از این غذا یا مثلا به دلم نباشه، ولی واقعا از اون طعمی که کرفس داره توی چنین غذایی که شبیه قرمه سبزی، آخه کرفس لامصبو چرا باید بریزی توی قرمه سبزی؟ حیف اصلا، یه جوری احساس می‌کنم حیف، واقعا حس می‌کنم اون همه موادی که داخل این غذا می‌ریزیم حیف برای اینکه کرفس هم قاطی بشه. ولی خب بازم یه سری دوست دارن، من نظر خودشونه دیگه. بریم سراغ مورد 9. باشه، این غذا من زیاد باهاش آشنایی ندارم، ولی دوست دارم امتحانش کنم، نمیدونم شاید حتی خوشم بیاد ازش. این غذا هم غذایی نیست جز اشکنه. اشکنه بچا یه حالت غذای سوپ تور داره و بابا نون بخوریدش. چند مدل هم اشکنه داریم، اشکنه سیب زمینی داریم، اشکنه عدس داریم، اشکنه نمیدونم تخم مرغ داریم، چند مدل اشکنه هم داریم. من نمیتونم نظری بجام راجبش چون که تا حالا امتحانش نکردم، ولی دوست دارم امتحانش کنم. ببین سراغ مورد بعدی که جز غذا نیست، ولی خب خیلی ابدشون میاد به عنوان غذا توی حالا لیستی که لیست منفورترین غذاهای دنیا هم بود. من خودم این خوراکی رو دوست دارم، جز خوراکی های مورد علاقه هم هست و واقعا مشکلی ندارم باش سنیم شد توی این لیسته، چون که واقعا برام لذیذه. این خوراک خوراکی نیست جز دوغ و گوشفیل. باشه دوغ و گوشفیل رو جای درستش باید بخورید. من یه بار رفتم اصفهان دوغ و گوشفیل خوردم، آخ چه دوغ و گوشفیلی، گوشفیل داغ بود، دوغ سرد بود، هر کدومش هم به بهترین شکلش درست شده بود، مغز گردو هم داشت، دهنم آب افتاد نگم برات. بگذریم. باشه غذای بعدی که تو لیست من انتخاب کردم، غذایی که من خودم زیاد خوشم نمیومد ازش وقتی بچه بودم، ولی وقتی هرچی بزرگتر شدم به مزاقم یه مقدار بهتر شد. نه خوشم میاد ازش الان، نه بدم میاد، شاید به خاطر خاصیتش میخورمش تو این سن. کلا بیاین قبول کنیم یه سری از غذاها رو از سنی به بعد به خاطر خاصیت و یه سری شرایط اینطوریشون میخوریم. یا مثلا یه سریمون میریم ورزش، بدنسازیم، فلانیم، بهمانیم، یا بر اساس نیازی که حالا مثلا داریم شاید بخوریمشون. مورد هفتم چیزی نیست جز اسفناج. اسفناج بچا با اینکه خراب میشه اگه با ماست بخوریش، با ماست خیلی دوستش دارم چون خیلی میچسبه، ولی خدایش نباید این کارو کرد چون که ظاهرا ماست آهن اسفناج رو خراب میکنه و کلا بی تاثیرش میکنه، ولی من مثلا اگه بذارم جلوم و قرار باشه گشنگیمو برطرف کنم، ترجیح میدم با ماست بخورمش فقط سیر بشه. خب بریم سراغ بچه مورد ششم که من واقعا از این یکی بدم میومد وقتی بچه بودم. یعنی هر جا تو هر غذایی، تو چند تا غذای مختلفم میشه دیدش، تو هر غذایی میدیدمش واقعا بدم میومد. هم مدل آش و سوپ تور داره، هم توی مثلا برنج به کار میره، هم نمیدونم توی غذاهای مختلف به کار میره، خمیرش میکنن، فلانش میکنن، حتی باش نون بعضیا درست میکنن. این غذا هم چیزی نیست جز عدسی. باشه عدسی چند مدل داره دیگه، هم میتونید خود عدسی رو درست کنید، هم میتونید توی برنج بذارینش، هم میتونید نمیدونم جای دیگه استفادهش کنید، لاپولو بذارینش، نمیدونم زیر پلو بذارینش، لاپولویش کنید، زیر پلویش کنید. بعضی دیدم من تو سالاد میریزنش، اصلا شما وقتی این غذا رو بپزین آبپزش کنید دیگه قابل خوردنه. حالا هر جا میخواین بریزینش بریزین. مورد پنجم بچا چیزی که من از بچگی بدم میومد ازش، یعنی من هر کسم جز خودم دیدم از این غذا بدش میومد، من اینکه سنش بالا بوده میگه به خاطر که خاصیتش بخورین و به خاطر بلان بخورینش، به خاطر یعنی هنوزم که هنوز به زور وقتی که خیلی گشنم بشه مجبورم این غذا رو بخورم. یعنی ترجیح میدم اگه این غذا آماده شده باشه مثلا من برم تخم مرغ درست کنم بخورم، ولی اونو نخورم. این بازم جز چیزایی که آب پزش کنی قابل خوردنه، حتی میتونی غیر آب پزو داخل بذار بگم چیه باشه کلمه خواستم بگم که ترشیش هم کنی میشه خوردش، ولی خب من واقعا خوشم نمیاد مگه اینکه ترشی باشه. چرا ترشی کلمه نمیدونم چرا دوست دارم، برخلاف اینکه از بقیه مدلایی که طبخ میشه این بدم میاد، ترشی کلمه خدای دوست دارم. آره تنها جایی که دوستش دارم توی ترشیه. جای خوبی هم گذاشته باش، مورد 5 گذاشته باش دیگه اونقدر منفور نیست. خب رسید به مورد 4 بچا. مورد 4 به بعد، یعنی از مورد 4 تا 2 تقریبا توی یه فازن،
من واقعا مورد 4 دوست دارم، مورد 4 من واقعا دوست دارم، ولی خیلی بدشون میاد، مخصوصا دخترها. ولی دختری که این غذا رو دوست داشته باشه رو دوست دارم. یعنی اصلا اون دختری که این غذا رو دوست داره کیس ازدواج قطعا. تا الان هم حدس زدین چیه؟ اون غذا هم غذایی نیست جز کله پاچه عزیز. این غذا واقعا خوشمزه است. خیلی اگه بدشون میاد از این غذا به خاطر اون بویی که هنگام تبخش داره، یا مثلا اون ظاهریه که داره که مثلا آره سر و چش و مثلا اعضای گوسفند مشخصه. همون گوشتو اگه در بیاری بذاری لای پلو بدی یه دختر بخوره تا تهش میخوره. به این جمله آخرم هرچی فکر میکنم یه مقدار دارکتر میشه. خدای ولی در حقش اجحاف شده و نباید اینقدر غذای نامحبوبی باشه. باشه غذای بعدی هم توی همون فاز من اگه درستش کنن شاید بخورم اون بوه رو نده. اون غذایم غذایی نیست جز واویشکا. باشه من تا واویشکا رو تا الان نخوردم، ولی اینجوری که من شنیدم دل و روده گوسفنده که قشنگ تمیزش کردن، بعد مثلا با گوجه و پیاز و این چیزا تفتش دادن. ولی این غذا رو احتمال داره اگه خوشمزه درست شه اون بوه رو نده، اصلا مثلا اگه بذارن جلوم نمیدونم چیه اصلا بخورم. بریم سراغ غذای بعدیمون که مورد دوم میشه بچه ها، که تقریبا همون فازه و تبخش بوی بدی میده و من خودم هم زیاد دوستش ندارم واقعا. یعنی اصلا نمیخورم این غذا رو، مگه اینکه نه اصلا نه نمیخورم این غذا رو. من غذایی هم غذایی نیست جز سیرابی. بچه سیرابی هم چند مدل مختلف درست میکنن. یه سری هم من تازه شنیدم دلمش میکنن. خیلی عجیب بود برام، تا حالا نشیده بودم. توی اینترنت دیدم که دلمش میکنن، یه سری دیدم که مثلا چرخش میکنن مثل همون سیستم واویشکا و اینا، مثلا با چیز دیگه قاطیش میکنن میخورن. سبکای مختلفی داره بازمون هم، ولی من نمیخورم خدایی. یعنی بگذاریم. خب بریم سراغ غذای اولمون. بچه این غذا واقعا جز غذایی که اصلا من دوستش ندارم و واقعا حالم به هم میخوره ازش و از بچگی مثل یه دشمن خونی بوده برام و حتی فکر کردم بهش باعث میشه که حالم بد بشه. هر تو مامانم این غذا رو وقتی که درست میکنه به من اطلاع نمیده و اون چیزی که من بدم میاد و جدا میکنه و بقیهشو میذاره جلوم و من اگه نفهمم خیلی خوبه، اگه بفهمم این واقعا ناراحت کننده است برام داستان و اصلا دوستش ندارم. جدی هیچ شکلیشو دوست ندارم، حتی از ظاهرش بدم میاد، حتی اگه ترشی بشه بدم میاد، حتی اگه باعث این بشه که با خوردنش برم بهشت جهنمو ترجیح میدم. اگه من بگم مثلا توی بهشت این غذای هر روز سرو میشه، من میگم که دم شما گرم، ما رفتیم جهنم. من میرم همون جای نیمرویی سنگی چیزی مثلا میخورم. و این غذا هم غذایی نیست جز بامیه. چطوری این غذا رو میخورید؟ چیه که میخوریدش؟ طعمش بده، شکلش بده، نمیدونم بوش بده، خاصیت داره. خاصیتش بخوره تو اصلا برزخ شدم، اصلا حالم عوض شد. اصلا وقتی بهش فکر میکنم، به این غذا فکر میکنم، بگذاریم اصلا مودم برمیخت. نه شوخی میکنم بچا، ولی واقعا من بامیه رو دوست ندارم و مثل دشمن خونی میمونه برام و اگه جایی به طور هم دیگه بخوریم هم دیگه تیک پاره میکنیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. باشه لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگه ویدیو خوشتون اومد بچا سابسکرایب کنید، حتما لایک کنید، یه کامنتی بذارید، نظرتون رو بدین، یه حرفی بزنید. بالاخره تا ویدیوی بعدی ما رو به خیر، شما رو به سلامت.